سلام و درود ما را بپذیرید بینندگان همیشگی برنامه‌های کامنچو با جالب‌ترین خبر و گزارش‌ها من نعمت سلیم‌زاده طول این چند دقیقه با شما هستم مثل دیگر برنامه‌های خود ما در این نشری 39 برنامه‌مون نیز موضوع‌های روزمره و جالب و دیدنی را آماده کردیم برای همین خوب می‌شد که ما را تا آخر تماشا نمایید تماشابینان عزیز برنامه‌های جالب ما همچنین در اینستاگرام فیسبوک و یوتیوب باز نشر می‌شوند برای همین از شما خواهشمون این است که ما را در این شبکه ها نیز پیگیری نمایید و البته با گفتی بعضی از بلاگران لایک و کامنت را فراموش نکنید. دوستان، تحمل پذیری این یگانه واسطه است که ما را در یک مسئله به هم می آورد. اما زیاد می بینیم که مردم می خواهند فکری خودشان را بر سر دیگران بار کنند یا فکری دیگر کس را اساساً قبول ندارند. در این باره گفتند که دوستان مغز شریفت حجت معیار نیست، هر کسی چون تو نیندیشید جنایتکار نیست. با این مسئله ها در این نشر برنامه مون بیاید در باره اشتراک قدم قربان در یکی از برنامه های تلویزیونی روسیه و واکنش کاربران با این برنامه را دیده می برویم. قدم قربان آوازخوان بحث برانگیز که با سرود و شوخی های نمکینش و صمیمیش معروف است دیگر باره موضوع صحبت کاربران اینترنت شد. او که چند وقتی آخر نه چیزی می سرود و نه درباره او حرفی بود، بعد اشتراکش در برنامه پسنی ادفسه دوشی اندری ملاخوف در شبکه تلویزیونی روسیه یک دیگر باره به موضوع بحث کاربران اینترنتی تبدیل یافت. اکنون چندین صفحه های اینترنتی نوار سرودخوانی او را در این برنامه معروف روسیه نشر کرده، بلاگ نویسان در بارش خبر و برنامه ها آماده کرده استادند. این شیرینکاری تاجیک در برنامه پسنی ادفسه دوشی بیشتر سرودهای هندی و روسی خوانده، با مهارت نوازندگی خود تالا را به پا خیزاند. دیده شد که کل اشتراکداران برنامه همراه او رقص کرده، حتی کوشش اجرای رقص تاجیکی را نیز کرده اند. در جریان برنامه راوی آن روزنامه‌نگار و شومن شناخته اندری ملاخوف دایر به روزگار قدم قربان و زندگیش در دهه چگمه ناحیه شمسی‌الدین شاهین تاجیکستان سیوژت آماده کرده است. قدم در آن درباره خوردی، یتیمی، آیله‌دارشوی و همسر و فرزندانش معلومات داده، در بیشتر کادرها او در لحظه های شوخی باب تصویر شده است. مایا سرسو لوبوفکا او جنا ой Ах, эта девочка меня с ума свела, разбира сердце мне, покой дела. در انجام برنامه قدم به ملاخوف توقیو جامعه زردوزی، نان تاجیکی و اصل و میوه خشک تحفه کرده، تاکید کرد که آنها را از تاجیکستان ماست به خاطر او به روسیه آورده است. باید گفت که قدم در یک مدت کوتاه معروف شد. او از جمله آوازخوان هاییست که اکثر ویدیوهایش در یوتیوب میلیونر شدند. قبلا او آموزگار موسیقی بود و در توی ها هنرنمایی میکرد. منقدان صنعت کاری قدم را نمیپسندند، ترانه های او را بمزه و شوخی هایش را نامناسب میدانند. اما بر ضمن این او چند سفر خارجی داشت و تا امروز در مسکو، سنگ پترزبورگ و در ازبکستان هنرنمایی و حتی برنامه های کنسرتی دایر نمود. از نقطه جالب برای بعضی از تماشابینان نوارها و سرودهای او این حرکت های خنده‌آور و بازی های به خود خاصش می باشد. این رو هم باید گفت که سال قبل قدم از درد جانکاه قسمت راست شکم شکایت کرد که 4 ماه است بخوابی میکشد و هر آنچه استعمال می نماید قای میکند و درد تا حد شدید است که به مردنش راضی می شود. بعد این از جانب وزارت تندرستی به او کمک پیشنهاد شد. همین طور قدم همه گونه تشخیص را گذشت، حتی در بیمارخانه بستری شد و حالا وضع سلامتیش را خوب میگوید. تماشابینان گرامی، این ادامه برنامه کامنچو است که ما در اول برنامه آید به اشتراک یک شیرینکار تاجیک قدم قربان در برنامه تلویزیونی روسیه یک گفته استادیم. اکنون بیاید واکنش کاربران تاجیک را به این برنامه میبینیم. رضای بهرامزاد یکی از کاربران فعال فیسبوک در این باره نوشت که در چنین برنامه ها افراد چون قدم را نباید ستاره تاجیکستان گفت، چون ما ده های دیگر سراینده و هنرمند و ایجادکار ارزنده و سزاوار
انتظار داریم که میتوانند ملت و کشور ما را در سطح بلند معرفی کنند. در کامنت باشد کارگردان تاجیک مظفر محی الدینوف واکنش کاربران را به این گونه برنامه و خبرها دیده نوشته است که وقت فیلم سطح جهانی تاجیک در جشنواره های جهانی جایزه میگیرد، رسانه ها این قدر توجه ندارند به مثل برآمد قدم و عبدالرازق. من البته نسبت شخصیت قدم و عبدالرازق کار ندارم، تنها در باره پهنکنی معلومات میگویم. از جانب رسانه ها فیلم داو در 5 جشنواره بین المللی روسیه 8 جایزه دارد، اما چند خبرک نشر شد. دیگر تنها شماره پادپیسچیک اهمیت دارد و خلاص. اما رسول داد خدای رحیمیان نقطه دیگر را در صحیفه خود نوشته است. وی میگوید مخلص قدم قربان نیستم، لیکن برای اودیتوریای خودش را یافتن و تشکیل نمودنش آفرین میخونم. این کار هر یک شخص نیست، بسیاری ها تمام نمود عنوان ها را صاحب شدند ولی دقت تماشابین را جلب کرده نتوانستند. به کمبودی نیست، لیکن در کار خود موفق است. در شرح این متن کاربر نوشته است که بله، من هم چندان مخلص قدم نیستم، اما وقتی که سال 2019 در نیویورک صدای قدم را شنیدم افتخار کردم. در حقیقت با قدم کم دستگیری و کمک لازم است. بختیار همدمف سابق سرمحرر نشریه منبر خلق نیز به این موضوع توجه کرده گفته است که ما به دو طرف موضوع نگاه کردیم، اما همه یک مسئله را صرف نظر کردند. برای اودیتوریای روس و ملخف جالب بودن ابراز قدم قربان، وگرنه او و مثل او هیچ گاه در این برنامه راه نمییافتند. یعنی قدم فرستاده ما نیست، بلکه انتخاب روس هاست. مثل عبدالرازق که امروز قهرمان هند و عرب است و ما حق نداریم بگوییم که چرا هنر مندی دیگری را که در تاجیکستان از محبوبیت بیشتر برخوردار است به صحنه نمیخواند. دوستان، با تهیه این گونه موضوع ما البته به سر کسی بار کردنی نیستیم که از قدم قربان جانبداری کند یا نه، چون برای مؤلف هم او تنها یک شیرین کار است که با شو کردن در چاره‌بینی‌ها در میان بینندگان شهرت کسب کرده است. ولی به هر حال او هر کسی هم باشد یا نباشد، برای ما یک تاجیک یک هموطن است. حتی با چی مقصد به این برنامه جلب شدن ماست قدم قربان هم انیق معلوم نیست، ولی به اندیشه ما کنون زمانه دیگر شده است. یعنی برای شو برنامه ها دیگر عنوان و خدمت مهمانان متاسفانه مهم نیست. آنها نفری را می جویند و دعوت می کنند که در میان کاربران اینترنتی شهرت داشته باشد، زیرا حالا کلمه جامعه را به گروه و صفحه های اینترنتی مربوط می دهند. از این رو به فکر شخصی ما ملخف با دعوت چنین مهمانان اساسا می خواهد فراگیری برنامه خود را وسیع نماید. از جمله او با این کار می تواند تماشابینان را از تاجیکستان و آسیای مرکزی نیز به برنامه خود جلب نماید، زیرا این کار ارزش برنامه‌اش را پیش رکلام دهنده ها شاید بالا بردارد. دوستان عزیز، با همین ما برنامه نوبتی خود را نیز به انجام رسانیدیم و باور داریم که به شما چیز داده توانستیم. برنامه های ما همیشه در یوتیوب، اینستاگرام و فیسبوک بازنشر می شوند. برای همین ما را در این صفحه ها پیگیری نمایید تا از خبر و حوادث روز آگاه گردید. ما در برنامه های بعدی نیز خبرهای دیگری شو بیزنس را گردآوری نمودیم. پس تا برنامه های بعدی، خیر.